اینجا آمریکا یا یک کشور اروپایی نیست. این دختران جوان در حال رقص و نوشیدن هم آمریکایی و اروپایی نیستند. اینجا لواسان است، در شمال شرق تهران، و این خانم‌های جوان هم همگی ایرانی هستند. ماجرا وقتی جالب می‌شود که بدانید خانم سفیدپوشی که محور فیلم است، دوست دختر محمد پروین، فرزند علی پروین، یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران است. محمد پروین در این کلیپ به سختی قابل تشخیص است و صرفاً گوشه‌ای از سر و صورت او دیده می‌شود. اما انتشار عکس‌هایی از این پارتی مرتبط بودن محمد پروین با آن خانم را اثبات می‌کند. پارتی و جشن قطعاً چیز بدی نیست، ولی در این مورد خاص دو مشکل وجود دارد. یکی اینکه گفته می‌شود خانم جوانی که دوست دختر محمد پروین است و این چنین در لواسان پارتی می‌گیرد، نوه‌ی یک روحانی متنفذ است که چندی پیش فوت کرده. این فرد که حجت الاسلام مرتضوی نام دارد و مؤسس مدرسه علمیه باقرالعلوم خلیل شهر بهشن است. یکی از روحانیونی که به اسم دین و مذهب بیش از 40 سال است، سخت‌ترین مقررات را بر مردم حاکم کردند و حتی افراد را به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی اعدام می‌کنند. به خیال خودمون برای نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدیم، این جزو غلط‌ترین کارهاست. مشکل دیگری که در مورد کلیپ منتشر شده وجود دارد، محمد پروین است. محمد پروین با استفاده از رانت آقازادگی توانسته میلیاردها تومان از بانک‌های کشور وام بگیرد و هیچگاه وام‌ها را باز پرداخت نکرده. قطعاً این پرسش پیش می‌آید که علی پروین که از مقام‌های حکومتی نیست، پس چگونه است که فرزند او آقازاده لقب می‌گیرد و می‌تواند از رانت حکومتی استفاده کند؟ پاسخ این است که علی پروین سال‌هاست که یاد گرفته چگونه به مسئولان حکومتی نزدیک شود و با ایجاد رابطه صمیمانه با آنها از رانت بهره‌مند شود. علی پروین که پیش از انقلاب با سلبریتی‌ها و خوانندگان عکس می‌انداخت و می‌رقصید، حالا یک روز کشته شدن قاسم سلیمانی را تسلیت می‌گوید. مجدداً شهادت قاسم سلیمانی رو و ایام فاطمیه رو به کل ایران تسلیت می‌گم. و روز دیگر از کاندیداتوری محمد باقر قالیباف در انتخابات حمایت می‌کند. 2-1 علی آقا شروع کن، الهی با امید تو. سلامت می‌کنم خدمت همه مردم خوب ایران، مخصوصاً تهران. همه پای صندوق‌های رأی میریم. یکی از کاندیدایی که واقعا من خیلی دوست دارم آقای قالیباف، ایشون خیلی خدمت به این مملکت کرده. این تونلا و این پولا و اینا همه کار آقای قالیبافه. همه میریم پای صندوق رأی، همه رأی میدیم به آقای قالیباف، مخصوصا ورزشکارا. زنده باد علی آقای عزیز. جالب اینجاست که علی پروین در گفتگویی با صدا و سیما میگوید پول انسان را فاسد میکند. بعد مثلا این پول انقدر خانم کثیفه که همه رو به راهی میکشه دیگه، به هر راهی که شما بگی میکشه. تعدادی از کسانی که علی پروین در تیم ملی یا در تیمهای باشگاهی سرمربیشان بوده میگویند همانطور که خودش میگوید پول پروین را فاسد کرده. آنها میگویند پروین هدیه های فدراسیون به اعضای تیم ملی را خودش بالا میکشیده و میفروخته. مبلغ طلب بازیکنان را از افرادی مانند حسین هدایتی سردار سابق سپاه و از ابربدهکاران بانکی دریافت می‌کرده و تنها بخش ناچیزی از آن را به خود بازیکنان می‌داده. شدید گیره کارخونه. گیره کارخونه مال اصلا. نونوایی. البته پسرش هم که تا 26 سالگی فوتبال بازی می‌کرد، سرانجام متوجه شد که آینده‌ای در این ورزش ندارد و با کنار گذاشتن ورزش حرفه‌ای پای در جای پای پدر گذاشت. هر مدیری که خلاف کنه چرا نمیرم بگیرنه؟ برم با واسه مردم رو کنم، همه جوی که الان داره پول بانگی ها رو دارن اعلام میکنن اینا رو بکنن. ماجرای فساد محمد پروین را رسانه های ایران در تابستان 95 با جزئیات تشریح کردند. روزنامه شرق در گزارشی در این باره نوشته بود این روزها نام اسطوره فوتبال ایران با اقتصاد گره خورده است، به ویژه از 10 روز قبل که از پسر او به عنوان بدهکار شرکت بازرگانی دولتی ایران یاد می شود. ماجرا از این قرار است که محمد پروین قریب به 20 میلیارد تومان برنج از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده، ولی با گذشت حدود 1.5 سال هنوز موفق به بازپرداخت پول برنج ها به شرکت بازرگانی دولتی نشده است. آنگونه که علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته
برنج طبق قانون به صورت رهنی به پسر اسطوره فوتبال فروخته شد و زمان پرداخت آن فرا رسیده و باید مطالبات ما از سوی آنها پرداخت شود، اما ظاهرا این مبلغ تا این لحظه پرداخت نشده و قنبری هم به همین دلیل تهدید کرده که وثیقه آنها به اجرا گذاشته می شود. محمد پروین 20 میلیارد تومان برنج از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده که حالا با سودش باید 25 میلیارد تومان به این شرکت بازرگانی دولتی پرداخت کند. بر اساس توضیحات قنبری، زمان فروش رهنی برنج به این شخص 6 ماهه بوده است که اکنون آن مدت نه تنها به اتمام رسیده بلکه دوبار تمدید شده و آنها موظف به پرداخت هستند. ویلایی که این روزها وسط گود محافل ورزشیه. علی پروین با تکذیب شایعه به زندان رفتن محمد پروین گفته مصادره ویلاش رو به دلیل بدهی پسرش سر برنج وارداتی به بازرگانی دولتی حل کرده. محمد پروین بدهی داره نزدیک 20 تومن برنج گرفته. آقای جهانگیری خیلی محبت کردم. من رفتم به شوینا. یه درخواست نوشتیم زیر درخواست تحصیل داری که ما گفتیم آقا یه مقدار میدیم بقیش هم یه ساله تقسیط کنیم که ایشالا فکر کنم تو این چه چهار روزه حل بابا نه گوش نده به این حرف. محمد پروین بدهیش را نداد و گفته شد که ویلای 33.5 میلیاردی پدرش در لواسان در قبال بدهیش مصادره شد. اما بعدن ادعا شد که ویلا بالاتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده بود و مشتری برای آن پیدا نشد. بدین ترتیب رسانه ها گفتند حتی دولت به محمد پروین بدهکار هم شده. ظاهراً ویلایی که پارتی دوست دختر محمد پروین در آن برگزار شده همان ویلایی است که زمانی قرار بود در ازای بدهی آقازاده مصادره و فروخته شود. رنگین سفره ایرانیان مال محمد پروین پسر علی پروین 2000 تن شکر. 2 سال گذشته یک قرون از بدهی 24 میلیارد تومانی رو نداده. بذاریم واسه نمونه بگم چجوری این آدما میتونن جنس از دولت بگیرن مفت و مثلا بعد از 3 ماه ندن دهی تمدید کنن. تا 2 سال شده نداد. و خب ببینین یک نامه هست که 6 تا نماینده امضا کردن. این نامه رو ما داریم الان، باید شما هم ببینین. نامه 6 نماینده رو من براتون سریع بخونم. بله، یه نامه از 6 تا نماینده داریم میبینین دیگه. 6 تا نماینده امضا کردن. نامه هست به برادر گرامی جناب دکتر قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بسم هیتا. حالا پس از مذاکرات تلفنی در خصوص شرکت رنگین سفره ایرانیان مال محمد پروین و درخواست مساعدت برای حل مشکل که در نامه پیوست آمده است، این جانبان از جناب عالی درخواست داریم اقدام مقتضی را مبذول فرمایید و انشاءالله نمیدونم برای 6 ماه تمدید خواهید کرد یا همچین چیزی. به هر حال 6 ماه دیگه تمدید میکنم. فعلا گفتم از این ستون به اون ستون فرج. یعنی از سن فکر کنم در 11 سالم یا 8 سالم در 12 سالم تو آره را دنبال دست را میفتم. بعد یه باشه که اومدیم کلاس قرآن میرفتم این سال. بعد یه باشه که اومدیم تو فوتبال و بعد آرزوم این بود که توی خونمون یه حسینیه داشته باشه. جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته با هزینه‌های میلیاردی سعی کرده از جوانان و نوجوانان ایرانی افرادی مانند محسن حججی بسازد. افرادی که برای اهداف ایدئولوژیک حکومت به راحتی حاضر به فدا کردن جان خود باشند. ولی فرزندان خود مقامات و نزدیکان و دوستانشان یا در اروپا و آمریکا و کانادا مشغول عیش و نوشند یا در داخل ایران. شما ببینید همین شهید عزیزی که اخیراً به شهادت رسید، شهید حججی، و این یه جوان از همین جوانهای امروز دیگه. این هم یه جوانی است در سن 25 سالگی. یعنی همین اینترنت و همین عرض کنم که کانالهای اجتماعی و همین روزنه‌های اغواگر صوتی و تصویری و همه جوری این جوان رو هم احاطه کرده دیگه، مثل هزاران جوان دیگری که احاطه کرده. اما این اینجوری از آب در میاد. حالا البته شهید حججی خدای متعال مثل یه حجتی او رو امروز در مقابل چشم همه گرفت، اما زیادند کسانی که این احساس، این انگیزه، این ایمان در اونها وجود داره، این رویش های جدید انقلابی و اسلامی رو نباید دست کم گرفت. اینا خیلی با ارزشن، قدرشون رو باید دانست.